برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می‌دهیم. آژانس محیط زیست اتحادیه اروپا اعلام کرد در سال 2021 حدود 400 هزار نفر بر اثر آلودگی هوا در این اتحادیه جان باختند. به گفته این سازمان 253 هزار نفر به دلیل غلظت بالای ذرات ریز، 52 هزار نفر به خاطر سطوح بالای دی اکسید نیتروژن و 22 هزار نفر هم بر اثر گاز اوزون جان دادند. به گزارش رویترز این سازمان گفته غلظت آلایندگی هوا در 2021 بسیار بالاتر از سطوح توصیه شده توسط سازمان بهداشت جهانی باقی مانده است. کابینه سومالی اعلام کرده که تعداد تلفات ناشی از سرازی شدن سیلاب‌های ویرانگر اخیر در این کشور به 100 نفر افزایش یافته و نزدیک به 2 میلیون تن دیگر آسیب دیدند. بر اثر این سیلاب‌ها حدود 700 هزار نفر از خانه‌های خود آواره شدند و بسیاری از مناطق، مزارع و پل‌ها ویران گردیدند. حکومت سومالی در ابتدای ماه جاری به دلیل وقوع آفت‌های طبیعی پس از سیلاب‌های شدید در این کشور وضعیت اضطراری اعلام کرد. مردم سومالی و برخی دیگر از کشورهای همسایه آن با باران‌های موسمی و سیلاب‌های شدید دست پنجه نرم می‌کنند. هفتاده یک نهاد مدنی و حقوق بشری در یک نامه سرگشاده به سازمان ملل متحد گفتند که گزارش‌ها ارزیابی افغانستان از سوی هماهنگ کننده ویژه این سازمان بر اساس سیاستی با پیشفرض مماشات و تعامل با طالبان تهیه شده است. امضا کنندگان نامه گفتند این گزارش از نیازها و وضعیت حقوق بشری افغان‌ها چشم پوشی کرده است. نویسندگان نام استفاده از لفظ گزار سیاسی برای توصیف اتفاقاتی که در سال 2021 در افغانستان رخ داد را تبرئه و سفید نمایی طالبان دانستند. در این نامه آمده است که در این گزارش توصیه های زنان، جامعه مدنی و سایر گروه ها در نظر گرفته نشده است. نشست‌های پژوهشی همایش بین‌المللی موزه الکفیل که با شعار موزه‌ها هویت فرهنگی هستند برگزار شد. این همایش به همت موزه و مرکز نسخ خطی الکفیل وابسته به آستان مقدس عباسی برگزار شده است. در نشست‌های پژوهشی روز اول این همایش 8 مقاله علمی توسط پژوهشگران از عراق و خارج از کشور ارائه شد. دومین نشست پژوهشی عصرانه به سرپرستی پروفسور دکتر باسم جلیل عبد از دانشگاه بغداد ارائه شد و سومین جلسه پژوهشی به سرپرستی دکتر ابراهیم حسین برگزار شد. نامه‌های حاوی عبارت نژاد پرستانه و توهین به مقدسات مسلمانان به 3 مسجد وابسته به اتحادیه ترک اسلامی امور مذهبی در برلین پایتخت آلمان ارسال شد. یعقوب عیار رئیس اتحادیه ایالت برلین گفت پاکت‌هایی با نوشته‌های نجات پرستانه از طریق پست به 3 مسجد ارسال شده است. در این نامه‌ها عبارات نجات پرستانه و توهین‌آمیز نوشته شده بود و همچنین صفحات قرآن سوخته و چربی خوک پیدا شد.